یه قد چک گرفته داخل یکی از معروفترین تئاترها و نمایشنامه‌های تاریخ هنر، در تئاتر تله‌موش آگاتا کریستی، ملکه داستان‌های معمایی. کسی که به قد رسیده یک کارگردانه، کارگردانی که هیچ کس دوستش نداره و وقتی که به کسانی که ممکن این شخصیت رو به قد رسونده باشن نگاه میکنی، میبینی همه ممکن اونو به قد رسونده باشن. از زنی که بهش پیشنهاد رابطه میده برای بازی در فیلم که شوهر این زن میفهمه و کتکش میزنه، از فیلمنامه نویسی که فیلمنامش زیر سوال میبره و میگه هنر تو ارزش نداره و کاملا تحقیرش میکنه، از تهیه کنندهی که اذیتش میکنه و میخواد ازش باجگیری کنه، و همه افرادی که عوامل یک فیلم میتونن باشن. و تو یک کارگاهی، یک کارگاه مرد دامل خمر بی‌حوصله با گذشته‌ای که بهت خیانت شده و به تو یک زن رو تحمیل میکنن، پلیس زنی که همه چیز رو یادداشت میکنه و هر آدمی رو میبینه که ممکنه مدرکی علیش وجود داشته باشه علیه اینکه این کارگردان رو به قد رسونده باشه، سریع میخواد دستگیرش کنه. این داستان فیلم سی هاو دی ران هست، اثر تام جورج، کارگردان این فیلم که خیلی کارگردانی شبیه کارگردان بزرگ سینما وس اندرسونه، کارگردانی که فیلم هتل بزرگ بوداپست رو ساخته و از رنگ‌ها در فیلمش استفاده زیادی میکنه و سعی میکنه همیشه از وسط فیلم برداری کنه. یک میزانسنی داره که همیشه صحنه پویاست، یکی داره یه کاری انجام میده و آهنگ در خدمت فیلم، دوربین در خدمت فیلم. و اصولا فیلم‌هایی که آقای وس اندرسون میسازه فیلم‌هایی که خیلی سریع تموم میشه براتون. این فیلم هم همون طوریه. این فیلم هم یک معمای کارگاهیه در ژانر طنز که خیلی ریتم تندی داره. نمیگم فیلمیه که چند بار میتونید ببینیدش، اما یه فیلمیه که ارزش یک بار دیدن رو داره و یک بار مصرفه به نوعی. اما تونسته شیمی خوبی بین کارگاه و خانم سرشارونان بسازه که خیلی طنزه و صحنه‌های طنز زیادی داره. چند بار واقعا خندیدم. تونسته بود ذهن ما رو قلقلک بده که قاتل اصلی کیه. اصولا فیلم‌های معمایی این کار رو میتونن خوب انجام بدن و این فیلم هم این کار رو خوب انجام داد، اما بیشتر از اینکه تمرکزش روی این باشه که قاتل کیه، تمرکزش روی اینه که بخندونتت و فیلم ریتم تندی داشته باشه، که این کار رو هم میتونه انجام بده. و در مورد این فیلم باید بگم، نگاه کنید، این فیلم الهام گرفته از نمایشنامه و تئاتر تله‌موشه. تئاتر تله‌موش قرار بوده 6 ماه بعد از اینکه اجراش در یکی از تئاترهای انگلیس متوقف شد یه فیلم ازش بسازن، اما عجیب اینه که از سال 1952 تا سال 2020 این اجرا پابرجا بوده و الان هم پابرجا هست و 27,000 اجرا داشته. و کارگردان این فیلم به خاطر احترامی که برای خانم آگاتا کریستی داشته و به خاطر اینکه این ژانر رو دوست داشته، این فیلم رو میسازه که یه ادای احترامی کنه هم با خانم آگاتا کریستی و همین که به نوعی خودش رو خالی کنه از اینکه اجازه ندادن یه فیلمی بتونه از این اجرا و نمایشنامه بسازه. در مجموع باید بگم فیلم بدی نیست، این فیلم رو ببینید. نمره من به این فیلم 5.5. من یک کمی جدیتر و با خون و خون ریزی بیشتری دوست دارم ترجیحاً، و از اینجا به بعد مجبورم فیلم رو اسپویل کنم. اگه فیلم رو ندیدی برو این فیلم رو ببین، چون قاتل رو لو میدم و دیگه ارزش نداره پیشت دیدن این فیلم. I arrest you for the murder of Leo Coffin. خب نگاه کنید، اصولاً فیلم‌های جنایی از یک تله استفاده می‌کنن به نام تفنگ چخوف. یعنی چی؟ یعنی یک چیز رو به ما نشون میدن و ذهن ما رو درگیر اون می‌کنن و این چیزی که به ما نشون میدن بی ارتباط به داستان نیست. فیلم های خانم آگاتا کریستی اصولا قاتل هایی داره که واقعا ما احساس میکنیم این فرد بیگناه ترین فرد میتونه باشه، اما داخل این فیلم یک پیشخدمت قاتله، کسی که رمانه تله‌موش از روی زندگی اونها به نوعی ساخته شده. و در یکی از پلان ها بعد از اینکه کارگاه به دنبال قاتل میفته و فقط شمایل قاتل رو میبینه ولی چهرش رو نم، توسط کارگاه کاراکتر سرشارونان یه ضربه به سرش وارد میشه
میشه و بیهوش میشه. در بیهوشی چه چیزی میبینه؟ در ابتدا مقتول رو میبینه که بهش میگه هیچکس منو دوست نداشت و طبیعیه چون آدم خوبی نبودم، و بعد پیش خدمت رو میبینه که یک دری به روش باز میکنه و مقتول که همون نویسنده است رو نشون میده و دوست صمیمیش رو نشونش میده. خب چرا باید کاراگاه در خوابش این دو شخصیت رو ببینه؟ بذارید با گذشته برگردیم. کاراگاه یک صحبتی داره با پیش خدمت که قاتل در انتهای داستان، و ازش میپرسه تو قاتل رو دیدی؟ اون میگه آره. میگه چطور آدمی بود؟ میگه خدش بلند بود. خب خوابی که کارگاه میبینه چیه؟ یک فرد قد بلند که ایستاده و داره مقتول رو نگاه میکنه. و چه کسی این در رو به روش باز میکنه و این رو نشونش میده؟ خود کسی که قاتله. پس کارگاه این رو میدونسته، یا این فرد قد بلند احتمالاً قاتله، یا این پیش خدمت به من دروغ گفته که به نوعی میگفت قدش بلنده و بین اون کسایی که اون شب در تئاتر وجود داشتن یک آدم قد بلند بیشتر نبود، این مرد. پس یا این مرد قاتله، یا این پیش خدمت دروغ گفته و ممکنه به احتمال زیاد قاتل باشه. و در ناخودآگاهش خیلی قشنگ این رو به ما نشون میده بدون اینکه بخواد داستان رو لو بده. در انتها باید بگم این فیلم بدی نبود. فیلمی بود که میشد یک ساعت و نیم تماشاش کرد، ولی فیلمی نیست که بخوای دو بار ببینیش و از فیلم بعدم نیومد به صورت کلی. در انتها اگه به این دست پست‌ها علاقه داری ممنون میشم من رو لایک کنی، من رو ساب کنی تا پست‌های بیشتری از من بهت نمایش داده بشه. خدا نگهدار.